در این ویدیو به پردازش سطح زمین با استفاده از اکستنشن آرکهایدرو بپردازیم. بعد از اینکه حوزه ها و زیر حوزه ها رو ترسیم کردیم، بیاییم با اونو جیومتریک نتورک بسازیم. برای کار با اکستنشن آرکهایدرو ما فقط دم یا دیجیتال الیویشن مدل رو نیاز داریم. من دم رو فراخوانی می کنم. رزولوشن این دم 85 در 85 متر هست. اینجا اگر در قسمت پروپرتیز بیاییم، میگه که سل سایز ایکس وایش 85 85 هست. پس هر قدر این سل سایز ما کوچکی باشه، کار ما دقیق تر خواهد بود. بعدش اینجا من یک لایه ویکتوری رو هم وارد میکنم. شیپ فایل ولسوالی های افغانستان رو هم اضافه کردیم. اینجا من یک از ولسوالی ها رو انتخاب می کنم. ولسوالی لعل و سر جنگل. یک کپی از این بگیریم. با این یکی کار نداریم و ریموفش میکنم. اینجا ما دو تا حوزه آبی داریم، یکی لال و دیگری هم سر جنگل. من به این باندری تغییر شکل میدم. میام اینجا استارت میکنم. حالا درست شد. بعدش میام و این دم رو کلیپ میکنم. اینجا میام در قسمت دیتا منیجمنت تولز، از اینجا هم راستر پروسسینگ کلیپ دم 90 متر. اکستند ما افغان دیستریکت. محل ذخیره رو اینجا انتخاب میکنم. میام در دسکتاپ جیومتریک نتورک فولدر جدید میسازم به نام راستر. داخل این به نام راستر ذخیره میکنم. نود تو ویلیو رو هم صفر قرار بدم. در قسمت انوایرنمنت میام اینجا اکستند و نظر و افغان دیستریکت نیو سلکشن قرار میدم و در نهایت اوکی. این محدوده ما کلیپ شد.
حالا اینجا اینو نیاز نداریم، این یکی رو همچنان نیاز نداریم. اینجا میایم در قسمت تریان پروسسینگ، اولین کاری که میکنیم اینه که این دمو اصلاح میکنیم، چاله هایی که موجود هست اونا رو باید اصلاح بکنیم. من اینجا اگر پینت رو باز بکنم، ببینید اینجا ما اگر چند تا سل داشته باشیم، خب ببینید اینجا ما اگر بیاییم بگیم که ارتفاع این سل وسطی 10 متر هست، این یکی هم 20 متر، این یکی 18 متر و این یکی هم 22 متر، اینجا را هم بگیم فرضاً 23 متر. اینجا این سلی که 10 متر ارتفاعش است توسط یک تعداد سل های دیگری محدود شده که ارتفاع زیادتری نسبت به این سل داره. اینجا 20 متر که 10 متر تفاوت ارتفاع هست، 18 متر، 8 متر، 22 متر، 12 متر، 23 متر و 13 متر تفاوت ارتفاع داره. پس اینجا وقتی که آب میاد و به این سل میرسه، اینجا چون یک چاله هست اینجا دیگه نمیتونه این آب حرکت بکنه و متوقف میشه. برای اینکه ما بیایم و این مشکل رو از بین ببریم، بیایم دیممون رو فیل میکنیم، یک اندازه ای رو در نظر میگیریم، مثلا 10 متر یا 5 متر، تا اینکه این با اینایی دیگه از نگاه ارتفاع اصلاح شود. اینجا میایم در قسمت تریان پروسسینگ و فیل سینک. دم ما اون دمی که قبلا کلیپ کردیم، درناش پولیگون اینجا ما نداریم و خروجی ما به نام فیل ذخیره میشه، دم اصلاح شده ما به نام فیل ذخیره میشه و در تیوسی هم لیست میشه. و اینجا هم مشخص میکنیم که چند متر فیل شود، 10 متر، 12 متر، هر چندی که خواستیم. دم ما فیل شد، اینجا هم اضافه میشه. بعد از این ما از دم فیل شده استفاده میکنیم، یک سیمبولوژی هم انجام بدیم. اینجا بیاییم بگیم که به این صورتی باشه. حالا مرحله بعد اینه که ما بیاییم اینجا و دایرکشن ها رو دریافت بکنیم. اینجا وقتی ما این فلو دایرکشن رو اجرا میکنیم، به ما این دم رو به 8 جهت تقسیم میکنه: شمال، شمال شرقی، جنوب، جنوب شرقی، جنوب غربی، غرب و شمال غربی، که هر کدوم یک کدی به خود میگیره از 1 تا 128. دم ما همون دم فیل شده یا اصلاح شده هست، پولیگون نداریم. فلو دایرکشن ما به نام FDR ذخیره میشه. Successfully complete. اینجا ما 8 کد رو داریم که از 1 شروع میشه تا 128. اینا چی هستن؟ اگر بیایم اینجا دوباره فلو دایرکشن رو بزنیم، بریم در هلپ نرم افزار، اینجا اون کد یک شرق هست، باید اینو بیایم اینجا و سمبولوژی بکنیم. من اینو کوچکتر بکنم، بیایم اینجا در لایه فلو دایرکشن سمبولوژی رو بزنیم و اینجا کدیه که ما شرق هست، دو هم اینجا جنوب شرقی، چهارمی ما جنوب،
هشتمه ما جنوب غربی، شانزده غرب، سه و دو هم شمال غربی، شست و چهار ما شمال هست و در نهایت 128 هم میشه شمال شرقی. خب اینو هم نامایشان قرار دادیم. اینجا رو جنوب بسازم.